آدم هایی که در زمان شاه، دوران قاجار، در زمان جمهوری اسلامی دستشون به خون مردم، به پول مردم آغشته است، حق ورود به عرصه سیاست در آینده ایران نخواهند داشت. نباید بذاری بیان اینا بالا. کسی که یه بار آدم کشته، یه بار دزدی کرده، یه بار کثافت بوده، بازم کثافته. توبه کرده. توبه نمیکنه کسی. کسی که جرأت داشته باشه یک نفر رو به شکنجه بده، ناخوناشو بکشه، بچه‌ای رو بکشه، آدمی رو بکشه، این کثافته. اگرم توبه کرده، انشالله اون دنیا خدا اجرشو بهش میده. شما نمیتونی وارد سیاستش کنی. این آدم‌ها بهش میگیم آدم‌هایی که سفید نیستن، آدم‌هایی که پس زمینه ذهنیشون آدمای سالمی نبودن. در آینده ایران اگر این آدم‌هایی که سفید نیستن، آدم‌های سالمی نیستن، وارد قضاوت بشن، باختی. پس کسی که میخواد در آینده ایران قاضی بشه، باید سه نسلش رو نگاه کنی. ببینید تو سه نسل دزدی کرده، کثافت بوده یا نبوده. یک دونه پرونده کلاهبرداری، یک دونه پرونده دزدی سیاسی، یک آدمکشی، یعنی شرکت در یک مکان بسیار خطرناک، این قاضی رو دیگه مستقل نمیکنه. خطرناک میشه. پس این آدمایی که سفید نیستن نمیتوانن، علاوه بر اینکه در سیاست وارد شن، نمیتوانن قاضی بشن و نمیتوانن پلیس باشن در ایران. کشوری به کثافت و دیکتاتوری میرسه که پلیسش سالم نباشه، قاضیش سالم نباشه، سیاستمدارش سالم نباشه. خیلی نکته مهمه.